هم چیز غیر ممکنه. مگه اینکه پای زن در میون باشه. زندگی مهران مدیری همیشه در رأس اخبارها بوده و واقعا زندگی عجیب غریبی داره که امروز قراره بریم سراغ عجیب ترین حقایق زندگیش که مطمئنم ویدیوی جذابی خواهد بود. پس به بهترین چنل بیوگرافی و حواشی بازیگران ایران خوش اومد. امروز قراره برویم سراغ مهران مدیری که یکی از برترین بازیگران تاریخ ایران بوده و بسیار هم طرفدار دارد. او همچنین یکی از پرحاشیه ترین بازیگران ایران هم است و امروز میخواییم به عجیب ترین حقایقی که در زندگی مهران مدیری رخ داده و کارهایی که انجام داده بپردازیم. پس با بازیگر ایرانی همراه باشید. در سال 2009 در مقاله نیوزویک مهران مدیری به عنوان 20 فرد قدرتمند از نظر فرهنگی و سیاسی ایران انتخاب شد و همچنین او رابطه صمیمانه با جواد ظریف دارد. مهران مدیری در 16 تیر ماه 1397 طی حکمی از طرف رئیس فدراسیون هاشم اسکندری به عنوان رئیس کمیته هنرمندان فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولز منصوب شد. مهران مدیری تا دیپلم بیشتر ادامه تحصیل نداده و از ریاضی بسیار متنفره و همچنین به گفته خودش از درس ریاضی فقط جمع و تفریق به درد میخوره و بقیهش علکی است. او همچنین به زیست شناسی علاقه خاصی داره و کتابهای زیادی در این زمینه خونده است که این علاقه به خاطر برادرش است، چون برادر مهران مدیری رشته زیست شناسی بوده و همین باعث علاقه مندی مهران به این رشته شده. مهران مدیری به ساعت علاقه بسیار زیادی داره و به گفته خودش 5 ساعت در خانه دارد و در یکی از مراسم ها 1 ساعت رولکس در دست داشت که حدوداً ارزشش بین 19 تا 34 هزار دلار تخمین خورده. مهران مدیری یک مار پیتون 11 ساله در خانهش دارد که از بچگی او را بزرگ کرده و حتی در یکی از فیلم هایش از آن استفاده کرد و آن فیلم را درباره آن درست کرد که اسم فیلم هم پای یک زن در میان است نامگذاری شده. راستی با سابسکرایب کردن چنل من از بیوگرافی و حواشی بازیگران ایرانی با خبر شد. پس سابسکرایب کن که کلی ویدیو خفن در انتظارته. مهران مدیری یک ماشین باز حرفه‌ای است و به گفته دوستانش یکی دوتا ماشین در ماه عوض می‌کند و کلکسیونی از ماشین‌های لوکس دارد، ولی به گفته خودش یک ماشین بیشتر ندارد و بارها این حرف را شایع اعلام کرده. مهران مدیری خود یک ستاره ساز است و بازیگران زیادی به دنیای سینما اضافه کرده که بیشتر آنها جز سوپر استارهای گران قیمت حساب می شوند. از جمله آنها می تونی به هادی کاظمی، محمد رضا هدایتی، نصرالله رادش، جواد عزتی و شایان احمدی فر اشاره کرد. خب حالا که تا اینجای کار اومدی به کوب لایک تا بریم سراغ بقیه ویدیو. اگر از تمام هنرهای مهران مدیری بگذریم میرسیم به استعداد بسیار خوب آن در خوانندگی و همچنین چند تیتراژ فیلم نیز خونده است. مهران مدیری در سال 97 یک کنسرت بزرگ در برج میلاد برگزار کرده و تمام درآمد فروش بلیط را شیر خوش تهیه کرده و به کودکان و نوزادان مناطق بی‌بضاعت اهدا کرد. و در آخر مهران مدیری توانسته 9 بار جایزه حافظ را به دست بیاورد و در این حیث رکورد دار است و فکر نمی کنم کسی بتونه فعلا به این رکورد دست پیدا کنه. حتما زیر این پست برام کامنت بذار که کدوم یکی از حقایق مهران مدیری را نمی دونستی و دوستتون دارم خیلی زیاد. توی ویدیو بعدی می بینمتون.